در اصطلاح اعتقادی تفویض چی رو میگن؟ حکم نمودن و مجهول بودن صفات و یا کیفیت آن. مثلا یک کسی صفات خالقه چی میکنه؟ حکم میکنه که ولی من معنای ازیر نمیفهمم و یا کیفیت ازیر نمیفهمم. دو نقطه است. میبینید؟ یک کسی تفویض چی رو میگن؟ میگه حکم کردن است با مجهول بودن معانی چی؟ که من معنای یک صفت هم معنایش نمیفهمم و هم کیفیتش نمیفهمم. اینه در اصطلاح علمای عقیده همین قسم تعریف کردن. مثلا در قرآن آمده که ید الله فوق ایدیهم، یک کسی میگه ولی من معنای ید نمیفهمم و یک کسی دیگه میگه که من معنایش میفهمم لیکن من کیفیت ید خالق نمیفهمم. سیسته؟ ایره چی میگن؟ تفویض میگن. اینال کدامش درست است و کدامش غلط است؟ اینه میگنیم سرش بحث میگن. قسم اول تفویض در کیفیت ذات، صفات و افعال خالق میباشه. مثلا الله ذات است موجود؟ میگن بله موجود است. ما عقیده داریم که خالق یگانه وجود داره. خب ذات خالق چه قسم است؟ کیفیتش؟ ما میگیم که ما کیفیت ذات خالق نمیفهمیم. ای که ذات خالق چگونه هست؟ ایره تفویض میکنیم به الله سبحانه و تعالی. چون این مسئله مربوط به غیب میشه ما غیب نمیفهمیم. صحیح شد نه؟ اینال کسایی که عقیده را خوب میفهمه در ذات خالق در کیفیتش چگونگیش؟ چه قسم از ذات خالق؟ عقیده داری؟ بله عقیده دارم. چرا عقیده داری؟ چرا من عقیده به قرآن دارم و قرآن میگه که خالق وجود داره و عقل ما هم میگه خالق برای دنیا وجود داره. لکن این خالق ذاتش چه قسم است؟ ما میگه بوده ما نمیفهمیم. تشبیه هم نمیکنیم به مخلوقات، تمثیل هم نمیگیم که مثل فلانی وارث، کیفیتش هم بیان نمیکنیم، تأویل هم نمیکنیم و فقط در این قسمت چی میگیم؟ میگیم به ذات خالق متعال ایمان داریم لکن کیفیت شما نمیفهمیم. چرا نمیفهمی؟ ادب در عقیده نمیاد.